سلام بر پیشوای آزادی خواهان سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد سلام علیکم و رحمت الله عرض ادب و احترام خدمت بیننده های محترم و گرامی شبکه امام حسین علیه السلام ان الله که تا این لحظه از ماه رمضان عظیم که پنجمین روز از این ماه رو پشت سر گذاشتیم توانسته باشیم موجبات رضایت خدای متعال و حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به دست بیاوریم امشب در خدمت شما هستم با 704 مین قسمت از پخش زنده هشتک سوژه پیشنهاد تفویز خلافت به هشتمین جانشین پیامبر اسلام حضرت علی ابن مسر علیه السلام مهمترین اقدام و تاکتیک حساب شده سیاسی در زمان حکومت معمون بود معمونی که برای به مسند حکومت نشستن برادر خود امین را هم به قطر رسانده بود مسلما از هیچ ظلم و فساد و بیعدالتی در راستای حفظ کرسی حکومت فروگذار نمی کرد. لذا پس از رد شدن پیشنهاد حکومت توسط امام رضا علیه السلام معمون با در نظر داشتن اهدافی ولایت اهدی را بر ایشان تحمیل کرد بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام به بهانه ششم ماه رمضان بیعت مردم با امام رضا علیه السلام در سال 201 هجری قمری امشب و در 704 مین قسمت از پخش زنده هشتک سوژه از شما میپرسم علت عدم همکاری امام رضا علیه السلام در اداره حکومت با معمون چه بود با ما همراه باشید بله بیننده های محترم صدا و تصویر بنده رو از شهر مقدس کربلا بین الحرمین استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام دریافت میکنید در این شب و روزهای بسیار با معنویت و پرفضیلت ماه رمضان در زیارت هایی که مشرف می شویم حرم سید و شهدا علیه السلام و حرم باب الحوائج حضرت قمر منیر بنی هاشم ابل فضل العباس علیه السلام دعاگو و نایب و زیاره تمامی شما عاشقان سید و شهدا علیه السلام هستیم در شرایطی که از کشورهای مختلف کاروان هم الحمدلله در کربلا دیده می شود جای ایرانی ها در کربلا خالی است ان که تمامی شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام چه بیننده هایی که در ایران هستید چه بیننده هایی که در کشورهای دیگر الان بیننده شبکه امام حسین علیه السلام هستید از هر طریقی از یوتیوب فیسبوک از راه های مختلف ان شاء الله به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر سید الشهدا علیه السلام باشید راجع به عدم پذیرش حکومت توسط امام رضا علیه السلام سخن بسیار است و راجع به این موضوع و موضوع ولایت اهدی قسمتی از هشتگ سوژه رو قبلا به این بحث اختصاص داده ایم لذا زیاد راجع به این موضوع گفتگو نمی کنیم امشب و مشخصا راجع به علت عدم همکاری حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام در اداره حکومت با معمون با شما سخن میگویم و نظرات شما بیننده های محترم را از طریق تلفن برنامه هشتگ سوژه و همچنین واتساب میشنویم و همچنین مخاطبینی که از کلاب هاوس امام حسین تیوی وان صدای بنده رو میشنوند هر جای از صحبت و برنامه که مایل بودن میتونن رایسند کنن و صحبت خودشون رو بفرمایند خدمتون عرض کنم حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام 20 سال به صورت ظاهری امام بودن پس از شهادت پدر بزرگوارشون حضرت باب الهوائج موسی بن جعفر علیه السلام مدت امامت ظاهری آن حضرت 20 سال بود که از این 20 سال ده سالش رو همزمان و هم دوره بود با حکومت و پادشاهی هارون نارشید و پنج سال با حکومت امین و پنج سال آخر نیز با حکومت و خلافت معمون لعنت الله علیهم اجمعین معاصر بودن حضرت امام رضا علیه السلام خب راجع به حکومت بن العباس سوژه های مختلفی تا به حال داشته ایم و بر کسی پوشیده و پنهان نیست حکومت استبدادی بن العباس که در ابتدا با شعارهای دهان پرکن و پرزرق و برق خلافت و حکومت رو به دست آوردن برای فریب به ازهان عمومی شعارهایی که احساس می مردم با این شعارها بیشتر ارتباط برقرار میکنن و نیاز آن روز مردم بود با چنین شعارهایی حالا راجع بهش صحبت شده نمیخوام واردش بشم حکومت رو به دست گرفتن و یکی پس از دیگری ظلمهای حاکم قبلی رو تکمیل میکرد دیکتاتوری حاکم قبلی رو تکمیل میکرد معمون شرایط خاصی داشت و شرایط ویژه‌ای داشت یکی از دلایل خاص بودن شرایط حاکمیت معمون این بود که معمون به واسطه برادر کشی بر مسند حکومت نشسته بود و این مسئله جایگاه اجتماعی معمون را حتی ازش سلب کرده بود بسیاری از مردمان نه تنها خواص و کسانی که در حکومت بودند حتی جامعه و بسیاری از مردم به شخص معمون دیگه بی اعتماد شده بودن کسیه برای به دست آوردن مسند حاکمیت برادر خودش رو کشته و این همگان می جریانش رو و مسئله بسیار حاد شده بود برای معمون لذا با تبعید حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام از مدینه به مرو و اون شرایطی که برای حضرت درست کرده بود که فرصت نیست وارد تمامی این موضوع ها بشیم وقتی که حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام در مرو مستقر شدند معمون پیشنهادی داد که از مهمترین تاکتیک های حساب شده سیاسی دوران حکومت معمون محسوب میشه پیشنهاد داد که حکومت رو من حاضرم به شما تفویز کنم خودم میرم کنار این حکومت رو به شما میدم خب کسی که برای رسیدن به این منصب حتی برادر خودش رو کشته این چه معنایی داره؟ این چه مفهومی داره؟ واقعا در همان زمان هم برای همگان آشکار بود چیزی نبود مسئله ای نبود که بگیم یک حالا پلتیک سیاسی بود کسی ازش با خبر نمیشد پشت پرده ها نه بسیار واضح بود که این یک پیشنهادی است که برای جلب رضایت عمومی و اون اعتماد از دست رفته خودش این پیشنهاد رو به امام رضا علیه السلام داده و میدانست که حضرت هم قبول نمی کند نفس این پیشنهاد می توانست جایگاه معمون رو در نزد ازهان عمومی به ویژه شیعیان و علویان بسیار دگرگون کند که حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام به معمون پاسخی سریح دادند فرمودند که اگر این جایگاه و این مسند حکومت تو از جانب خدای متعال است که حق نداری به کسی مانند من یا به هر کس دیگر تفویز کنی اگر از جانب خدای متعال نیست پس تو چه می کنی بر این مسند حکومت؟ با این پاسخ امام رضا علیه السلام بر معمون روشن شد و لذا بلا فاصله پیشنهاد دوم خود که ولایت اهدیه حکومت بود به امام رضا علیه السلام داد حضرت امتناع ورزیدن مفصل تاریخ نقل کرده چه گفتگوهایی رد و بدل شد بین معمون و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تا اینکه حضرت رو تهدید کرد و شخصی هم تاریخ نگاشته که شخصی هم با شمشیر برهنه حضرت رو تهدید کرد که یا میپذیری یا گردنت رو میزنیم و آقا علی ابن مسرزا علیه السلام در جاهای مختلفی حتی پس از تحمیل ولایت اهدی به تصریح برای همگان بازگو می کردن که این مسئله به من تحمیل شد و جایگاه من در این حکومت با جایگاه کسی که در این حکومت نیست هیچ تفاوتی نمی کند به خاطر شرایطی که حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام قرار داده بودند. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما ممنون از برنامه بسیار خوب و عالیتون عرضم بزرگتون که در واقع علت عدم همکاری امام رضا علیه السلام در اداره حکومت با مامون این بود که خب حکومت مامون بر پایه ظلم و فساد و, و خونریزی بنا شده بود و در واقع ارتش و اون مسئولینی که در حکومت مامون وجود داشتن آدم فاسد و همینطور خونریزی بودن که با ظلم و ستم داشتن بر مردم حکومت میکردن و اگر امام رضا علیه السلام در واقع امام رضا علیه السلام از پیشنهاد معمون مطلع بود که تله گذاشته برای امام علیه السلام و میدونست که اگر این حکومت رو بپذیره و معمون کنار بره ارزم به حضورتون که خب اون مسئولین که از جای خودشون تکون نمیخورن مردم هم در واقع به خاطر اون رشوه ها و اون مسائلی که در اون زمان بود طبعا از امام رضا اطاعت نمی کردن بنابراین خب همون اتفاقی برای ایشون می افتاد که در واقع برای امام حسین علیه السلام جد بزرگوارشون افتاد برای همین خیلی امام هوشیارانه در واقع این مسئله رو رد کردن که در واقع بیان و در حکومت بخوان حالا یا همکاری کنن یا به جای معمون بشینن از هم که بعدش معمون پیشنهاد ولایت اهدی رو میدن به امام رضا که امام رضا علیه السلام خب دو راه بیشتر نداشتن یا پذیرش ولایت اهدی یا در واقع قتلشون دیگه چون معمون گفته بود که یا باید بپذیری ولایت اهدی رو یا اینکه من گردنتون رو میزنم هر زمان که امام رضا هم پذیرفت ولایت اهدی رو ولی خب اونجا گفت به معمون که گفت به خدا قسم من این رو پذیرفتم ولی از ته دلم به هیچ عنوان از ته قلبم راضی نیستم و هیچ موقع هم در امور حکومتی دخالت نکردم ما دلیلش این بود که در واقع از مردم اون زمان از فساد اون زمان و از فساد حکومتی ها و مسئولینی که رأس کار بودن اطلاع داشت که میدونست وقتی بیاد و در رأس حکومت قرار بگیره هیچ کدام از اینها از ایشان حمایت نمی کنند و در واقع همون اتفاقی خواهد افتاد که در آشور افتاد سپاس گذارم انشالله سلامت بشین تا و عبادتتون قبول متشکرم از آقای اردلان که نظرشون رو به صورت پیام صوتی از تهران ارسال کردن اهداف مختلفی داشت معمون از پیشنهاد ولایت اهدی به حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام از مجموع این اهداف چند هدف اه بسیار مهمتر بود خدمتون عرض میکنم اول فرونشاندن شورش ها بود که از کوفه تا یمن حکومت معموم در آشوب و اغتشاش و این مسائل به سر می برد. لذا با این پیشنهاد می که این شورش ها و آشوب ها در سراسر حکومت او کمی آرام بگیرد. مسئله دومی که عنوان می کنند مشروعیت دادن به حکومت خود بود وقتی که نوه پیامبر خدا هشتمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت علی ابن موسر علیه السلام ولایت اهدی معمون رو بپذیرند و بر همگان اعلام شود این یک مشروعیتی است بر حکومت معمون و حالا در مجموع مشروعیتی هم به بن العباس داده میشد مطلب دوم از بین بردن محبوبیت و احترامی که شیعیان و علویان در بین مردم داشتند چون میدانست با مداخله حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در سیاستها و در حکومت استبدادی و دیکتاتوری بن العباس بسیاری از شیعیان و مریدان و محبان آن حضرت اطراف آن حضرت رو خالی خواهند کرد لذا یکی از اهدافش از بین بردن محبوبیت اهل بیت علیه مسلم میان مردم بود و از طرفی کسب اعتماد عمومی می کرد از این طریق مطلب دوم راجع به اهالی خراسان و در مجموع ایرانیان بود که محب اهل بیت علیه مسلم بودند و به واسطه این پیشنهاد اگر حضرت قبول می کردند و مداخله می کردند در سیاست های حکومت بن العباس و مشخصا معمون بسیاری از ایرانیان جلب اعتماد می شد از اونها برای حکومت معمون مطلب بعد که از اهداف معمون نقل میشه رازی نگه داشتنه مریدان بن العباس و عباسیان بود که از این طریق میتونست با خاموش کردن بسیاری از شورش ها و آشوب ها عموم هواداران حکومت بن العباس رو هم اینطوری راضی نگه داره و اون اعتماد عمومی که پس از به قطر رساندن برادرش امین از او سلب شده بود رو میتونست از این طریق به دست بیاره و در مجموع ایجاد مسئولیتی هم برای خودش بود در برابر نفوذ علویان و شیعیان در آن زمان و حالا این مهمترین اهدافی بود و اما دلایل امام رضا علیه السلام برای پذیرفتن این تحمیل حالا پذیرفتن که نمیتوان اسمش رو گذاشت چون حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام خودشون تصریح کردند بسیاری در موارد ذکر شده افرادی که حتی می اومدن خدمت امام رضا علیه السلام و اعتراض می کردند که یبن رسول الله شما چنین زندگی زاهدانه ای دارید و ولایت اهدی معمون رو قبول کردید به عنوان اعتراض عرضه می داشتن امام رضا علیه السلام میفرمودند جایگاه من در این حکومت مانند کسی است که خارج این حکومت با شرط هایی که حضرت گذاشته بودند در حقیقت این بود یک اسم ولایت اهدی روی امام رضا علیه السلام بل اجبار تحمیل شده بود و با شروطی که حضرت گذاشته بودند دقیقاً این فرمایش حضرت مشخصی که حضرت فرمودن جایگاه من مانند کسی است که خارج این حکومته السلام علی ساکن کربوبلا یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام با سلام و عرض احترام خدمت همگی تا تا عباداتتان مقبول درگاه حق باشه ششم ماه رمضان مصادف است با بیعت مردم با امام رضا علیه السلام با عنوان جانشینی خلیفه وقت که مامون بود ولی امام رضا علیه السلام با حکومتشون هیچ گونه همکاری نداشت به خاطر اینکه امام رضا علیه السلام مجبور شده بود که جانشینی را قبول کنه و با وجود ای هم با حکومتشان مداخله نداشت به خاطر اینکه اگر امام رضا علیه السلام با حکومتشان همکاری میکرد ای به این معنی بود که حکومت فاسد را مهر تایید میزد و ای پایین تر از شعن امام علیه السلام بود تشکر میکنم از سرکار خانم مهدوی که از کابل نظرشون رو به صورت پیام صوتی ارسال کردند. حضرت علی ابن موسر علیه السلام پس از اون ماجرای تحمیلی که تهدید شدند آن حضرت به کشته شدن و تحمیل شد قضیه ولایت اهدی بر اون حضرت حضرت فرمودند من پذیرفتم به شروطی شرطهای حضرت رو ببینید با نپذیرفتن هیچ تفاوتی ندارد حضرت فرمودند به شرطی که نه فرمانی دهم در این حکومت و نه کسی رو از کاری باز دارم نه امری صادر کنم نه کسی رو از کاری باز دارم نه فتوایی دهم در این حکومت و نه قضاوتی کنم نه کسی را به کاری گمارم و نه کسی را از کاری ازل کنم و نه چیزی را از جایگاهش تغییر دهم این شروطی که حضرت گذاشتند در حقیقت با داخل نشدن در حکومت هیچ تفاوتی نمیکنه هیچ تفاوتی نمیکنه معمون هم ناچار بود بپذیرد چون دیگه پیشنهاد اول را امام رضا علیه السلام نپذیرفته بودند. پیشنهاد دوم که ولایت اهدی بود رو حضرت شرط گذاشتن معمون ناچار بود بپذیرد ولی میدانست که حضرت با این شروط چه کردند با حکومت بن العباس مشروعیتی ندادند به حکومت استبدادی و ظالمانه معمون و در مجموع بن العباس این مشروعیتی که معمون میتوانست خدایی کند در اون حکومت اگر مشروعیت ولایت اهدی امام رضا علیه السلام کسب میشد خیلی کارها میخواست انجام بده ولی اهل بیت علیه السلام ساست العباد هستند با این سیاستی که در پیش گرفتن و این شروطی که قرار دادند تمام نقشه های معمون رو نقشه بر آب کردند نه تنها مشروعیتی ندادند به حکومت ظالمانه و مستبدانه بن العباس بلکه تصریح کردند با این شروطی که گذاشتند تصریح به این کردند که این حکومت سر تا پا همه ظلم و استبداد است جایگاهی ندارد که چون علی ابن موسر رضایی حجت خدا امام معصوم در این حکومت قرار بگیرد و ازل و نسب کند لذا تمام نقشه های معمون نقش بر آب شد و این یکی از مهمترین مسائل در حیات سیاسی امام رضا علیه السلام است و یکی از مهمترین مسائل در حکومت معمون است که با تاکتیک واقعا حساب شده سیاسی این پیشنهاد رو به امام رضا علیه السلام داده بود و اصلا تصورش رو هم نمی کرد که امام رضا چنین شرطهایی برای او قرار دهند الان خدمت شما و همکارانتون در شبکه امام حسین علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم یکی از دلایلی که امام رضا علیه السلام با معمون در اداره حکومت همکاری نمیکرد، کرد ظلم و ستم کردن معمون بود به مردم و شیعیان و امام رضا اینو می دونست که در این دستگاه خلافت رعایت حقوق و عدالت نمیشه و هر چقدر که امام رضا بخواد که دخالتی بکنن به اسم امام رضا و برایشون بد میشه و مردم باز در خطر هستن امام رضا خودشون رو از صحنه سیاست کنار کشیدن تا به مردم و شیعیان بفهمونن که من با این منصب ها راضی نیستم و تن به این مجادلات داخلی و نقشه و توطعه معمون نمیدم و به خاطر همین نخواستن که در حکومت رو دخالت کنن و در منصب و در مسائل سیاسی چون که میدونستن که معمون دست از حق بازی و توته بر نمی داره و حرف امام رضا این وسط عمل نمیشه و به خاطر همین عمل نشدن به هر باعث می شد که فقط صرفا که امام رضا حضور داره و یه تعییدی بر کارهای معمون بشه به خاطر همین امام رضا خودش رو از سرنه سیاست کنار کشید و نخواستن که دخالتی در اداره حکومت داشته باشه تا معمون نتونه از اسم امام رضا برای نقشه های شوم خودش استفاده کنه و سلام علیکم و رحمت الله تشکر میکنم از سرکار خانم علوی که از تهران نظرشون رو به صورت پیام صوتی ارسال کردن خدمتون عرض کنم سرسختی حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام در نپذیرفتن ولایت اهدی به یکی دو جلسه ختم نشد پس از اینکه حضرت اه وارد مرو شدن خیلی طول کشید تا اینکه تحمیل شد ولایت اهدی به اون حضرت حتی زمانی که در مدینه بودند مطالب در تاریخ ثبت شده که چندین بار به حضرت عرضه شده بود و از مدینه که بودن حضرت ممانعت می‌کردند لذا آخر کار مجبور شد معمون حضرت رو دعوت کنه به مرو که به حسب ظاهر دعوت بود ولی تبعید بود و نشانه های مختلفی از نارضایتی حضرت امام رضا علیه السلام در این تبعید وجود داشت یکی از مهمترینش این بود که معمون پیام داد که با هر یک از خانواده که میخواهی به مرو بیا از شما استقبال میکنیم تمام اعضای خانواده را هم که میخواهی با خود بیاور و حضرت امام رضا علیه السلام حتی جواد خودشون رو جواد الامه علیه السلام رو همراه نبردند هیچ یک از اعضای خانواده رو نبردن و اون وداع مشهوری که در تاریخ هم ثبت شده و حضرت به همگان تصریح کردند که این رفتن من به مرو بازگشتی درش وجود ندارد و معمون مرا به شهادت خواهد رساند و این مطلب رو چند مرتبه حتی در حضور معمون امام رضا علیه السلام تصریح می کردن و می که تو قاتل من هستی تو مرا به شهادت خواهی رساند چندین مرتبه این جمله از امام رضا علیه السلام نقل شده هم در گفتگوهایی که با اصحاب داشتن هم در گفتگوهایی که با معمون داشتن پس این سرسختی امام رضا علیه السلام مربوط به یکی دو جلسه و یکی دو ماه نبوده جلسه های بسیاری بوده نامه های بسیاری رد و بدل می شده تا اینکه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به همگان اثبات کردند که نیرنگ های سیاسی در وجود ایشان هیچ تأثیری نخواهد گذاشت بلکه از همین نیرنگ ها بهترین استفاده رو در تخریب حکومت ظالمانه و مستبدانه بن العباس خواهند برد و با شرط هایی که گذاشتن بهترین استفاده رو بردن حضرت امام رضا علیه السلام برای متزلزل کردن جایگاه معمون و حکومت مستبدانه و دیکتاتوری معمون مطلب بعد این است که خود علی ابن مسرزا علیه السلام نیز به شخص معمون فهماندند که با این نیرنگ های سیاسی و پولیتیک های سیاسی نمیتواند کاری را با اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام پیش ببرد و این توطعه ها و نقش ریزی ها هیچ اثری برای تداوم بخشیدن به حکومتش یا اینکه جلب اعتماد عمومی بکند نزد مردم هیچ اثری نخواهد داشت لذا از هر فرصتی امام رضا علیه السلام استفاده می کردند که به مردم این مطلب را بفهمانند که معمون با اجبار و زور و تهدید به قتل ولایت اهدی را به من تحمیل کرده و بارها و بارها تصریح می کردن که من به دست کسی جز معمون کشته نخواهم شد کسی جز معمون مرا مسموم نخواهد کرد و این تصریح رو حتی مقابل معمون ملعون داشتند حضرت امام رضا علیه السلام السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و علیه اولاد الحسین و علیه اصحاب الحسین خدمت شما استاد بهنام گرامی و دیگر همکاران و عزیزان بیننده عرض سلام و احترام دارم در رابطه با موضوع امشب شما یعنی عدم همکاری امام رضا با حکومت معمون عباسی می شود علتهای زیاد را ذکر کرد که به سه نمونه به صورت مختصر خدمت شما عرض می کنم نمونه اول و علت اول این است که حکومت عب معمون عباسی امام رضا را از مدینه به خراسان آورد به خاطر اینکه امام را در حکومت سهیم بسازد و از این طریق به حکومت فاسدش ویجه اسلامی و دینی ببخشد و قناعت مردم را به دست بگیرد و به مردم بفهماند که حکومت من جدای از حکومت های سابق هست حکومت من حکومت اسلامی هست چون فرزند پیامبر همکاری میکند مسئله دوم از این طریق و بسیار به صورت زیرکانه میخواست آبروی امام را خدشدار کند و بین امام و شیعیان زن ایجاد کند و شکاف عمیق بین شیعیان و امام ایجاد نماید مسئله سوم در زمان معمون عباسی شیعیان از قدرت نسبی خوبی برخوردار بود لذا هر آن احتمال شورش می رفت و سهم نمودن معمون عباسی امام را در حکومت به خاطر همین مسئله بود که می خواست از این شورش احتمال جلوگیری کند ولی امام از همه موارد موارد فوق آگاه بود و لزاست که همکاری خودش را با معمون عباسی اعلان نکرد و از همکاری با مهمون عباسی خودداری نمود انشاءالله که همه شما موفق باشید پیروز باشید و سلام علیکم و رحمت الله تشکر میکنم از آقای باقری دومین پیام صوتی بود که امشب از کشور افغانستان داشتیم خدمتون ارز کنم که نپذیرفتن مسئولیت در حکومت دیکتاتوری و ظالمانه بن العباس و مشخصا معمون پیام بسیار بسیار مهمی بود برای همگان و بازخوردهای فراوانی داشت در اینکه که مأمون در پی جلب اعتماد عمومی بود با به کار گرفتن حضرت امام رضا علیه السلام در حکومت و حاکمیت خودش و حضرت امام رضا با این شرط هایی که قرار دادند اون اعتماد بسیار کمی هم که نزد برخی داشت از دست داد معمون لذا کینه معمون به علی ابن موسی رضا علیه السلام و اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم بسیار شدیدتر شد و نقشه به شهادت رساندن حضرت علی ابن رضا علیه السلام را به تأجیر انداخت ابن سلت خدمت امام رضا علیه السلام رسید یکی از مواردی است که عرض کردم موارد بسیاری افراد می آمدن و اعتراض می کردن. ابن سلت خدمت امام رضا علیه السلام عرضه داشت یبن رسول الله از برخی مردم می که شما ای کاش ولایت اهدی رو قبول نمی کردید شما پسر پیامبر خدا هستید و با این زندگی زاهدانه ای که دارید و بی رغبتی که به دنیا دارید کاش قبول نمی کردید حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن خدا گواه است که این کار خوشایند من نبود تحمیل شد ولایت اهدی بر امام رضا علیه السلام اما میان پذیرش ولایت اهدی و کشته شدن قرار گرفتم و این تحمیل بر من اجبار شد مانند جریان یوسف پیامبر که پیامبر خدا بود ولی ضرورت اقتضا کرد که خزاندار عزیز مصر شود روایت ادامه دارد تا موارد دیگری که حضرت فرمودن و در این روایت هست که تصریح کردن امام رضا علیه السلام فرمودن با شرایطی که من قرار دادم مانند آن است که اصلا در حکومت او نیستم تفاوت من با کسی که در حکومت معمون نیست هیچ تفاوتی وجود ندارد با شرایطی که حضرت امام رضا علیه السلام قرار دادند سلام علیکم شبتون بخیر باشه نماز هم قبول باشه به درگاه خداوند بزرگ در مورد سالتون علت شرکت نکردن در ظلم های معمون بوده به خاطر اینکه اگه امام رضا علیه السلام پوستی را قبول میکردن به نوعی مهر تایید بر سمت های حکومت معمون زده بودن و به خاطر همین ولی را مشروط بر دخالت نکردن در هر گونه اصل و یا نصب و یا هر گونه حکم حکومتی دانستن. التماس دعا خدا نگهدار. تشکر میکنم از سرکار خانم اسکندرزاده که از تهران نظرشون رو به صورت پیام صوتی ارسال کردن و اما توجهتون رو جلب میکنم به نظر دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزله درباره ولایت اهدی امام رضا علیه السلام حضرت علی بن رضا علیه السلام جوابشان به پیشنهاد ولایت اهدی منفی بود به جهتهای متعددی از جمله اینکه فرمایش حضرت در رد پیشنهاد واگذاری معمون خلافت را به حضرت که اگر خلافت را خدا برای تو جعل نموده که حق واگذاری آن را به دیگری نداری و اگر جعل ننموده چه چیزی را میخواهی واگذار کنی و این فرمایش یک دنیا مطلب دارد که معمون خل اصلاح شده و حرفی برای گفتن نداشت و لذا حضرت را تهدید به قتل کرد و حضرت را طبق فرمایش خود حضرت مخیر بین قبولی ولایت اهدی و یا قتل نمود و خدای متعال امر به حفظ نفس از قتل فرموده و لذا حضرت از روی اجبار و حفظ نفس با شروطی آن را قبول میکنند و آن شروط کاملا نشان دهنده این است که فقط به ظاهر قبول است ولی در صورت دقت در شروط معلوم می شود حضرت واقعا جواب رد فرمودند زیرا چگونه ممکن است شخصی ولی عهد باشد در حالی که هیچ دخالتی در ازل و نسب و هیچ تصرفی در شؤون مملکتی نداشته باشد تشکر میکنم از همراهی شما بیننده های محترم وقت من تمام شد دعاگو و نایب و زیارتون هستم در زیارت هایی که مشرف میشم انشاءالله شما رو به زودی در کربلا ببینم خدا نگهدار همیگی هم یا علی مدد